آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما رفت کنه خفن خفن خفن. آقا من با یه ویدیو ریاکشن دیگه، ویدیو ریاکشن به آلبوم جدید MC تس به اسم درد. بریم سراغ ویدیو ریاکشن. خب آقا ترک اول این آلبوم سیاه. اگه یه خط سفید تو مشکیای قبل مردنم از قبر قلبم اومدم برونم مرگو، آخرین جبرو میتازم به نفسم، قرار رنگ هامو آلوده کنم برنجم، از پستون طبیعتمون میمکم سهمم و وقتی همه میخوابن من مینوشم زهرم از حاشیه میدوزدنش. چقدر خوب بود شروع، چقدر خوب بود، چه ادبیاتی. بریم ادامه شو. آدی چقدر بازه حال و هوای علی سورنا رو دارم میگیرم ازش. بریم ادامه شو. وقتی همه میخوابن من مینوشم زهرم از حاشیه میدوستن عشق و پی قدرت ها، من آذوقه میکنم متنی و که واسه تودشون آماده میکردم مماسد. بچه ها کار خیلی سنگین، خیلی سنگین، انتظار نداریم که دیگه من همین چی رو بگیرم. واسه بار اول داریم این آلبوم ریاکشنش رو میریم فوق سنگین خیلی. یه بار دیگه بذار بیاد. نازوقه میکنم متنی و که واسه تودشون آماده میکردم مماسه درد موازی همین شعرهای کمرنگ، تو سرم تعلقاتم نرسید به دقدقم زورش ورق نمیخوره کتاب فصلم، تو سرمایه کشنده حائل دو قرنم، حتی از سفر نور به تاریکی میترسم، طوفانی دریای فکرم منو میکنه غرقم، امواج فریب افق شعبده میکردن تو مغزم، هم گریه میکنم هم میخندم، دارم با حضور پررنگ خودم میجنگم، شمانم کشیده های مبتلا به تخیل خوشی و تو تاریکی ژرف نمیفهمم. داره با کی حرف میزنه خدا میداره، مخاطبش کیه من نمیدونم. حالا باید بریم ادامهش. من حس میکنم دوباره همون ببین خودشو از بقیه جدا میدونه انگار. اصلا یه سری از رپرها واقعا اینجوری هم واقعا، یعنی مثلا اون تفکرشون چیزی که تو مغزشونه واقعا باید بری تو کلهشو میبینی چی میگذره. بریم ادامهشو. یا تو تاریکی ژرف نمیفهمم، من میخونم پریدن پرنده ها رو، میبینم نجوا میشنوم نگاه رو، مینویسم علف میکشم ابهام و میپیچم سیاه، مینویسم علف میکشم ابهام. بازی قشنگ و فوق‌العاده‌ای بود. یه بار دیگه بذار بیا. نگاه رو مینویسم علف میکشم ابهام و میپیچم سیاه و میگیرم دود ادراک رو. من میخونم ادامهش از اون خفنتر بود، ادامهش از اون خفنتر، علفو میکشم میپیچم، همه اون چیزایی که فکر میکنی و اومد تو این کار، در واقع تو این قسمت باشون بازی کرد، خیلی خفن. یه بار دیگه بذار بیاد. مبهامو میپیچم سیاهو میگیرم دود ادراکو، من میخونم پریدن پرنده ها رو، میبینم نجوا میشنوم نگاهو، مینویسم علف میکشم مبهامو میپیچم سیاهو میگیرم دود ادراکو، من میخونم پریدن پرنده ها رو، میبینم نجوا میشنوم نگاهو، مینویسم علف میکشم ابهامو میپیچم سیاهو میگیرم دود ادراکو. نوشته هم دارن درونم و لو میدم، من بودن و لخت دیدم نبودن و برد، واسه سرودن درد غرورم و خوردم، غروبم کشت منو نخوندم و گفت، من قانونم و پتک نه آرومم و لختم و همین باد لعنتی خونم و برد، من مدیون رنگا رو که باختم رنگ، یدم حواسم رفت و بعد بهارم مرد، شدم خوابگرد جاده های روشن توهم، بیدار سایه ها طقیان آفتابم مرد، فریب بارون خوردم این شکوفه ها، به لغزش باد میگفت تموم وجودم کفر، اما پروانه بود چنونی که باید نبود، وجود نداشت همراه نبود، تنها ترین تماشاگر این حجم توهین، شب لعنتی مثل وطنم یادگارم با دیگه، درمون خیال من نیست، تو سرم شوق نوشتن نیست، امید التیام و سایه ها نوشتن نور، دیگه حتی پروانه هم عاشق شم نیست، پروانم مرد.
پروانم مرد. خب آقا اینم ترک اول آلبوم به اسم سیاه، اگه نکته مکته‌ای بود که میدونم خیلی زیاد بود، من واقعا نتونستم بگیرم بار اوله، حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. بریم سراغ ترک دوم آلبوم به اسم نمیدونم گذار یا گذره، فکر میکنم ولی گذار باشه. بریم ببینیم چی آغازیش. دست تو گذر کرد خدا حافظ دریای من. گذر اسمه جن. چون میگم خب گذار بهرام هم از یه لحظه فکرم رفت پیش اون. بریم یه بار دیگه از اول بیاد. بعد از تو گذر کرد خدا حافظ دریای من، خدا حافظ ترانه های کلی مست تو کوچه های غم، شهر شلوغ پر دود، آدم های خسته از عبور کور، خسته ترینتونم میرم به دور دور. باید از تو گذر کرد تو ای خاک غریبه ها، سلطه امن خلیفه های بی وطن و همسلولی عشق میله ها. باید از تو گذر کرد هوای محدود دوریه، باید چمدون های دل بس پر کشید به سرزمین ندیده ها. میرم بدون حافظ سرزمین ندیده ها. مرگ فکر کنم میشه دیگه، سورنا بود یا همچین چیزی بود، نمیدونم سورنا و کی بود. سرزمین ندیده ها از سرزمینی به اسم کشف یا همچین چیزی. وای چقدر از نظر چیز اون ایدئولوژی چقدر شبیه این دوتا به هم دیگه. بریم ادامه شو. دل بس پر کشید به سرزمین ندیده ها، میرم بدون حافظم تو هر مسیری که به هم را بدن، شعرامو جا میذارم پشت سرم شاید یه روز به دیدم بها بدن. میرم بدون خاطره میرم. بچه ها این آهنگش خیلی خوبه، این آهنگش منو گرفت، این آهنگش خیلی خوبه، هم دلنوشته هم بیتش هم تکستش خیلی خوبه، خیلی اصلا بد منو گرفته. بریم ادامه شو. میرم پشت سرم شاید یه روز به دیدم بها بدن، میرم بدون خاطره میرم بدون قدرت مشاهده، چشمامو جا میذارم پشت سرم شاید یکی جای من بینا بشه. میرم که وجودم از تو گذر کرد، وجود شما رو گرفتن و شما ساکنین دیار نفرت و بعد از توی خوابتون گذر کرد. من سنگ به سنگ دانش و با نالش رفتم و خالی شدم، همون کفتر چایی شدم و خبر آوردم از دیواری بلند، منحرف قصه بیتابی شدم رقاص. میگه اون کفتری شدم که از توی چاه اومدم یه خبر دیوار بلند رو دادم. یعنی مثلا از خب اون چاه بخوام بهتون بگم، اینجا فکر کنم نماد محدودیت اونجور چیزا رو میگه که اومدم بیرون آزاد شدم دیدم یه دیوار کشیدم. یعنی در هر صورت از هر جایی از یه محدودیت در اومدیم توی محدودیت دیگه، فکر کنم میخواد اینو بگه. بریم ادامه شو. شدم و خبر آوردم از دیواری بلند، منحرف قصه بیتابی شدم، رقاص بزم رسوایی شدم، شدم اون چیزی که تو نمیفهمی و تو اتاقم جذب گلای قالی شدم. من تو هوای خودم مجرمم، با هر قانونی بدتا میکنم، امید منو کشتن نونایی که باید با منم صدا میشدن. چی میگی دوباره خسته شدی، عهد منو تو رو تو آینه ها بستن، یادت نرفته که منم یکی از اون دردا که می بیت عوض شد، یه سویچ بیت فکر کنم زد اینجا، یه بار دیگه بذار بیاد، من اصلا آمادگیشو نداشتم. باید با منم صدا میشدن. چی میگی دوباره خسته شدی، عهد منو تو رو تو آینه ها بستن، یادت نرفته که منم یکی از اون دردا که میشینی روش خوش خوش ستاره میچینی، پوش میکنی گل میشی، گوش میکنن نوش میزنم به نور. پاشو پسر درد بکشه، کمینا منتظرن گل تو تبدیل به خار بکنن، عمل تو خمار انتظار بکنن، پشت این درد ندیده های بیدندون، این محکوم های ابدی با چهره های خندون، یه گرگ دندون تیز کرده به روحه، روح تو نجوان بگن عاشقی پوچه ها، پشت هر درد جو. بچه احساس میکنم نمیدونم مثلا ورس اول کار با یه لحنی با یه صدای خیلی خیلی چجوری بگم ناامیدی داشت حرف میزد، از اینجا که کلا بی توجه شد انگار یه شخصیت دیگه ای داره حرف میزنه، اصلا انگار این شخصیت داره با اون شخصیت اولی حرف میزنه. بریم ادامهشو. جالب بود تیز کرده به روحه، روحت رو نجوان بگن عاشقی پوچه ها، پشت هر درد جوهر، پشت گریه صداست، پشت این قصه قصه، پشت قصه فراخ، ناله ها تو کرانه ها با لاله ها نشون میده عشق تنها سلاحه، عضوی از این مهره های باز عشق تنها سلاحه.
خدا این تیکه رو کجا شنیدم؟ نمیدونم تو اشعار کیه؟ عشق تنها سلاح ماست. نمیدونم، نه آشناس ولی به نظرم نمیدونم. پسر چقدر اینو اصلا مغزم داره به همه جا میره. مغزم یعنی اصلا داره منفجر میشه. بریم ادامه‌شو. آب لاله ها نشون میده عشق تنها سلاحه. عضوی از این مهره ها بازی نباش. تو چشم این مهره ها نماد بیتابی نباش. خودت بازیگردون صفحه قمار شو که اگه قبار شدی به وزیدن راضی نباشی. تو که رو قله میجوشیدی همیشه، الان تو این دشت انتظار چی کار میکنی؟ برو بالاتر از این محکمه بیس که یه روز دوتا از نفرت و دوتا از خواب میخوری. یادت بیدار میشدی، شعله خار میشدی، همون کودک بی انتظار میشدی. خب آقایی هم ترک دوم آلبوم به اسم گذر، اگه نکته مکتی چیزی بود حتما تو کامنت ها باسم بنویسید. بریم سراغ ترک سوم این آلبوم به اسم نمیدونم دعوامه واقعا نمیدونم چیه این اسمش. بریم ببینیم قضیهش چیه. خلاصه سقوط جامعه منتظر از بلندای فرهنگ، آواز فلز و دیو، اندیشه های کمرنگ، کبوتر حامل پیام از نشونه ها، از مستان خندید. دقیق میکنین تا اینجا آلبوم چقدر اسم از کبوتر و کفتر آورده؟ این خیلی واسم جالب بود، یعنی تا اینجا آلبوم خیلی از این کلمه استفاده کرده. بریم ادامه شو. ایوندیشه های کمرنگ، کبوتر حامل پیام از نشونه ها، از مستان خندیدن حاکم بی مصرف، نوید از گور نویدای آتی رو میدن که از تو کوره ها. واو آجی، این یه حاتم اعتراضی طور خیلی خفن بخوام بهت بگم، یه بار دیگه بذار بگه، خیلی جالب بود. دیوندیشه های کمرنگ، کبوتر حامل پیام از نشونه ها، از مستان خندیدن حاکم بی مصرف، نوید از گور نویدای آتی رو میدن که از تو نوید از نویدای توی گور رو میدن. خب من بازش نمی کنم دیگه، ولی یک اصلا یک پنج چی بگم، خیلی خفن بود و در این حال خیلی ناراحت کننده بود. وای بریم ادامه شو. دانه خندیدن حاکم بی مصرف، نوید از گور نویدای آتی رو میدن که از تو کوره های جرم، بی نقطه اومدم بیرون تا گرما بگیره قلم از سردی سروده ها، تا صدای گلوله ها رو بشنوم تو دیروز. من کنارم و من از خودم تو آینه، عهد شنیدن گرفتیم، عهد خوب دیدن و که بشنویم بلندی شب زمستونامون و ببینیم انزوامون و مرز کابوسامون و تعداد تابوتامون و آینده بهارامون رو. باید به مهر بنویسیم کل قانونامون رو، به پویایی یاسمن سپیده ها بیدارن، برای بار آخرم بگیریم دستاشون و سقوط جهل منتصب به خون آرزون نیست، وگر نخشت جاهل چه به آسمون خراشی معمار دروغگوییم، بنا رو بی پنجره ساخت و بهت گفت تاری کی دنبال آرزود نباش. یه معمار تو رو اینجا خلقت کرد، گفت تو سیاهی دنبال آرزود نباش. منظور حالا نمیدونم اینجا منظور انسانو میگه و خالقم فکر کنم اون معمار منظورش خدا اگه اشتباه نکنم. بریم ادامه شو. بهت گفت تو تاریکی دنبال آرزود نباش، اما من بودن و نوشتم یادم نره، که بالا سر کوره های ظلمی آهنگره، نزارم انتقامم و یه رویا ببینه اون که مزنون اصلی شعر و آهنگمه. به بودن چک نکن، از هستن ما به پرس، از دفتر تازه عشق تو وطن پاره، رفیقی ناخر کار نیستی، نبر راه وسطش ظهور این واژه هاست که مسئله داره. من خطر رو به جون میخرم کنار تو، پاییز حادثه به خون میکشیم دوباره، هرچه بادا باد مثل باد زوزه میکشیم، تو ظلمات محض هم حتی نور میشه دید، تو سلوله که باور آزادی ممکنه، پس این میله های نامرئی زندان دوای ماست، نظر وجود. بچه ها این بحث رو من خیلی از بچه های اندرگراند شنیدم، یعنی مثلا بامداد یه آهنگ داره فکر کنم به اسم موقت اگه اشتباه نکنم، که مثلا داره یه زندان رو تصویر سازی میکنه که زندانبان میاد فلان بهمان، و بعد اصلا این قضیه نبود، اصلا منظور بامداد تو آهنگ همین دنیا بود که ما داخل مثل همین تیکه ای که تست گفتش، میله های نامرئی، ما داخل زندانیم،
چقدر خوبه، چقدر خوبه، بریم ادامهش رو، فوقلاده است. آره آزادی ممکنه، پس این میله های نامرئی زندان دوای ماست. نظر وجودت به فراموشی سپردشه که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دواممون عشق، تقاس خون، دل، حیف، حواسمون نیستین بهای زوره. آزادی ممکنه حتی بدون باور، بعضی وقتا فقط یه همراهی ساده است. با من همراه شو. چک سوم آلبوم به اسم دوام اگه اشتباه نکنم، من تو وسط ریاکشن گفتم احتمالاً دوامه ولی حالا نمیدونم، شاید یه دیگه هم باشه. اگه نکته مکتی چیزی بود حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. بریم سراغ ترک چهارم این آلبوم به اسم علاج. میدونم مادامی که فقط یه نفر زنده است و آزادی رو فراموش نکرده، این یعنی همه میدونن آزادی رو. ممکنه گلوی اون یه نفر رو بسوزونن، اما صداشو که نه، با این که همه معتاد بقا شدن، راه اون یه نفر و هدفشو نه. شاید دیواره های ظلم و فریاد بیگناه ها می ساختن، اما ابر سیاهی که گرد آسمون رو گرفته خوب میدونه کیا بیدارن. همزمان که میشه سفیدی داره رو ابرا می کوبه، پا بین دو شاخش یه آن پیدا میشه خورشید و ماه. مشاهیر و حافظه ها بی خبر از منجیرا، کاسبای پروردگارن که همون سازنده دیکتاتوران. اینجا کجاست بعد پوچی، بعد از دغدغه دین یا خدا، رو این کشتی که بینا خداست، جا کشی آزادی تیاد و ساخت. معتادم به سختی راه، معتادم به لختی دار، معتادم به آفریدن، به مخلوق بودن و کمیت، معتادم به سرودن جور، سرودن کدورت توی گود. ما همه گزارشگریم ولی ما اینجا نمیشه من و تو. من صوتم تو این اعتیاد عالمگیر، سایه میکنه تصویرم فریاد، نقابم پاره است وقتی که زمان از نفس افتاد. دخته برخورد من و اعتیاد هستنه، گاهی منم شعرامو نمیفهمم، شنگار دوز مصرف من بیشتره. اینو سوژش کنی ترومی های احمق تشنه خبر داغ، ارتجال این جهانو میکشه. بالاخره یه فوشی داد، من اصلا خیلی اون لحن ادبیاتش خیلی ادبیه، یعنی اصلا مثلا نه فوشی نه چیز آنچنانی. یه جاهایی واقعا احساس کردم خب در مورد انسان فکر کنم داشت حرف میزد. بریم ادامه شو، من باید پاز بکنم اون جایی که چون یادم میره وقتی پاز نمی کنم. بریم ادامه شو. اینو سوژش کنی ترومی های احمق تشنه خبر داغ، ارتجال این جهانو میکشم. بسم چی دارم میگم تو قصه چمن ما، تو قایقم وسط دریا، بدون پارو، بدون آب و غذا، بدون بال و مجال، تنها نیازی که ندارم آزادیه. چی میگه دار بقا، چی میگه یارا نباش، رپ میکنم حتی وقتی میبازم دارا ندارم. من بد حال و هوام نوازنده هست. یه لحظه اصلا چجوری شد سریع کرد، بعد ملو شد، اصلا همه چی داشت این تیکرش. بریم یه بار دیگه. دارا ندارا من بد حال و هوام نوازنده هستی نواخت آه و نوا. کی داره علاج برسونه، من دارم درد میکشم تو این دریای تباهی. ترک چهارم آلبوم به اسم علاج. اگه نکته مکته چیزی بود حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. خیلی نکته، من واقعا از اون ترک آنچنان چیزی نتونستم بگیرم. خلاصه بریم سراغ ترک پنجم آلبوم به اسم ابرای لعنتی. ابرای لعنتی برید از روی این شهر، خون ما با عشق شما شسته نمیشه. جلو پلاستتون رو جمع کنید، برید رو زمینی ببارید که اینجوری کشته نمیده. ابرای لعنتی نمیبینید مگه از چرا قشنگه این اصلا فوق العاده است. یه بار دیگه بذار بیاد. عشق شما شسته نمیشه، جلو پلاستتون رو جمع کنید، برید رو زمینی ببارید که اینجوری کشته نمیده.
ابرای لعنتی نمیبینید مگه از بعد روزگار رو سرمون نمیریزید مگه آه. برید یه حال عاشقانه بسازید جایی که عشقا میپرستن خونواده بسازید فکر کنید اینجا زمستون نیست هیچ کسی مجنونی ما که بلدیم زمینامون رو لاله بکاریم ابرای لعنتی نمیبینید مگه تا کی میخواید رو سر یه عده آواره ببارید ما اینجا نه حیات میخوام نمایشو نگاه نکن مطمئنم خواهشو نداری فقط صدا نشو برق بی گرانشو نه داره چیز میشه داره نه ادبیات داره کلن عوض میشه یه بار دیگه بذار بیاد آبا هاچی چی بودیم نگاه نکن مطمئنم خواهشو نداری فقط صدا نشو برق بی گرانشو چرا نشو انقدر ادعا نکن جهان تو سیطرت تو نقاب نرو خودت جا با آسمونی ابر بی سمرین اما تشنه رو اینجا با گلوله زدن لونه کردی رو قله وای 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 تست تست وای بچه ها گرفتین دیگه چی گفت وای وای از یه چیزو داره میگه حالا اتفاقات خوزستان بیابی و اینا رو وای وای درد داره این آهنگ چقدر دردناکه یه بار دیگه بذار بیاد ادعا نکن جهان تو سیطرت تو نقاب نرو خودت جا با آسمونی ابر بی سمرین اما تشنه رو اینجا با گلوله زدن لونه کردی رو قله های دورمون که چی غازی حکم بارون خون کرد دو سه تا نقطه چید ما بارون میخوام چی کار ما قانون داریم ما کلی تاب و ما کارون میخوام چی کار دالو خب آقا اینم ترک پنجم آلبوم به اسم ابرهای لعنتی عجب ترک لعنتی بود یعنی وای وای بریم آقا بریم سراغ ترک بعدی آلبوم به اسم شهنواز اگه درست تلفظ کرده باشم یکی گفت نون ندارم یکی گفت کلوله هست یکی گفت آب یکی گفت وطن فروش پست یکی گفت بچم برادرام خواهرام یکی گفت بگو از کجا داری میگیری خط یکی گفت منو فقط قمر آجی اومده کلن واسه اعتراض از کلن اومده یعنی فقط یه آلبوم کلن بسته کلن اعتراضی وای و چقدر قویه چقدر قویه بیت کار چقدر هستم من یعنی اون شروع اون تنبک بود کمانچه هست چیه موهای تنم رو سیخ کرد یعنی یه بار دیگه بذار خیلی خفن این ترک یکی گفت آب یکی گفت وطن فروش پس یکی گفت بچم برادرام خواهرام یکی گفت بگو از کجا داری میگیری خط یکی گفت منو فقط قمر داوره یکی گفت ستایش فقط دزان اوستین کافره اینم بگیرید ببرید بندازید تو بند برادر شاید سر برا شد بالاخره فهمید کی داوره یکی گفت چشم لال زندگی میکنم که خون خرابه نداره سو چشم به فخر یکی گفت به جنگ که لال نمیری شرطه یکی گفت جبهه بودم اصلنم نداره گلوله ده یکی گفت این درد مشترک که چاره کنید یکی گفت شعار دیگه بس همه هم رای کنید یکی سکوت کرد میدونستم خالی شدن یکی داد میزد میگفت میدون خالی کنید یکی گفت یکی لال شد یکی تشویق کرد یکی هنجار شد فروپاشی آغاز شد یه نفر حرف زد منم حاکمتون یکی یکی حس میکنم به تون به اونا که شر میشدم بگو تو بند میکنم به تون ده بگو به درد قم نو اینجا هر شب میکنه تو رو اصلا دوستان یه شهری رو داره میگه و الان حالا تا یه جایی را انگار اصلا از زبون نمیدونم شاعر بخوایم بگیم از زبون مردمش بخوایم بگیم ولی از اینجا به بعدش حاکم داره حرف میزنه حاکم اون شهر حاکم اون مملکت و چه خوب صداشو تغییر داده یه لحن و یه مدل دیگه‌ای که مثلا انگار یه کسی دیگه‌ای داره حرف میزنه بریم ادامهش رو خیلی جالبه یه بار دیگه از ورس حاکم بیاد یه نفر حرف زد منم حاکمتون یکی یکی حس میکنم به تون به اونا که شر میشدم بگو تو بند میکنم به تون ده بگو به درد قم نو اینجا هر شب میکنه طلوع واسه همین رپ میکنه خلوص شک میکنه به ما جب میکنه یه راست یکی یکی حس میکنم به تون به زور به تیر و تانک و توپ بترس دهنی که بیجا باز میشه رو ببندید اینجا سعی نکنی بفهمی آخر عاقبت این بازی مرگه اونم از نوع سختش یکی یکی حس میکنم به تون
به جبر به تنهایی های شب قسم تو چند تا رو دیدی رد ندن تو بندم یا کم نشم بگو جم نشم تو شهرم همه رو بنده میکنم مخصوصا همو پاپتی های بدبخت و به رعیت نیمده خطر کنه میدونا پر شر کنه بی تحمل تازه آزاد شده از بنده حقوق میگیره که شر کنه هم بدن خودش رو سقط کنه حالا کی بود حرفای منو زور شنفته حذف کنش خب آقا اینم ترک ششم آلبوم به اسم نمیدونم شهنواز یا شاهنواز ولی فکر کنم همون شهنواز باشه کلا اسم ترک ها رو اصلا نمیدونم دارم درست میگم یا نه ولی تو اینجا خیلی خفن بوده خیلی خفن اصلا اعتراضی از نوع نمیدونم با من چی بگم بریم سراغ ترک هفتم آلبوم به اسم سختر زیر پاچی زیر پاچی نئولیبرالیسم سیستماتیک رو سرات چی چی نئولیبرالیسم چی بودین چی بود لعنه یه جلو من بذاره نمیتونم من تلفظشو بکنم یه بار دیگه بذار بیاد زیر پاچی نئولیبرالیسم سیستماتیک این یه سری چیزن فقهن نمیدونم مذهبن چیان فاشیسم و از اون خانواده است لیبرالیسم و اینجور چیزاست ولی نمیدونم معنیش چیه یه مکتب از اون یه سری مکتبا هستش فکر کنم اونا رو اشاره میکنه ولی نمیدونم معنیش واقعا چیه بریم ادامه شو رو سرت چی؟ هنوز کتاب و پرچم و رخ میزنن تیروایی یا هنوز درست تو مخ تو الان کجاشی؟ عضو کدوم قماشی؟ نمیفهمی چی میگم یا داری انتقادی؟ نکنه تو بدن ساختاری او باشی از اونا که تو خونتونم بهت میگن آجی یا یه ولگرد عشق الافی یه دختر بی‌دفاع تو خونه یا یه پدر دیکتاتور بی وجودی یه مادری که تنهاست با چند تا بچه سخت کار میکنی و نمیخونه دخل و خرجت خوب گوش بده هر کسی که هستیم و هممون تو زندون اعمالمون نشستیم راست واش میکنم برات تلام ببین اینا حاجی چی شد؟ یه بار دیگه اینجا فکر کنم وقتی میخواست حرف بزنه انگار زدنش یه همچین چیزی رو فکر کنم میخواست برسونه یه بار دیگه بذار بیاد آخر آهنگم بود گوش بده هر کسی که هستیم و هممون تو زندون اعمالمون نشستیم راست فاش میکنم برات الان ببین اینا دیگه راست فاش میکنم برات الان ببین تخ یعنی زدنش نذاشتن که فاش بکنه وای وای خب آقاییم ترک هفتم آلبوم به اسم سختر بریم سراغ ترک هشتم آلبوم به اسم خونه سر و پا دردم گلدون ایوون اشکال دلم حیات خراف خالقم معمار تو سرم باز شدن پنجره های ابهام پله دستم لمس ماهو میکنه انکار چقدر سخت بود چقدر سخت بود حاجی کلن از همه چی داره سن ماه و عبر و همه چی هن اینا لعنتی یه بار دیگه بذار بیاد شدن پنجره های ابهام پله دستم لمس ماهو میکنه انکار تو این جبر مطلق اشعار بی حرکت دلم خوشه به گلای باغچه قلبم حوض کوچیک ذهنم ناتوان است درک این همه ماهی رنگی که دارن تو وجودم میرقصن طاقتم تا این مثالش این تشبیهش خیلی قشنگ بود خیلی خفن بود خب اون حوضای آبی که حالا من ما که نداریم ولی خب تو فیلم‌ها مثلا می‌بینی یه حوض آبی هستش که ماهیای قرمز توشن مغزشو به اون تشبیه می‌کنه و میگه که داخلش پر از این ماهیای قرمزه که نمیتونه اونا رو مثلا هضمشون بکنه اونا رو یه جوری بخوایم بگیم بفهمتشون بریم ادامهشو جالب بود که این همه ماهی رنگی که دارن تو وجودم میرقصن طاقتم تاق در بیلنگه احساسم دنبال یار میگرده تو خیابونم و پشت بوم غرورم بهش دروغ میگه میگه تو عمرتو کردی پیر مرد کدوم یار به یه بنیانم خراب چقدر تلخ بود اینجاست چقدر اصلا بچه اون لحنش یه جوری میخونه که واقعا دلت کباب میشه فقط دلت کباب میشه اصلا خیلی ناراحتم کرد اینجاست که مثلا در حسرت یه یار باشی در حسرت اون بارچ و برگرده بسید خودتو پیر کردی برو 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 دنبال کارت وای چقدر خوب بود
چقدر خوب بود. یه بار دیگه اینجا شو من بشنوم. که دارن تو وجودم میرقصن، تاق تاقتم تاق، در بیلنگه احساسم دنبال یار میگرده تو خیابونم، ما پشت بوم غرورم بهش دروغ میگه، میگه تو عمرتو کردی پیر مرد، کدوم یار پیو بنیانم. اون چیزش حالا اون یارو که نمیگه، خودش به خودش داره میگه کدوم یار، دنبال کدوم یار، بابا تو پیر شدی دیگه، یار کجا بود؟ ولکن بابا، خیلی ناراحت کننده است. بریم ادامه‌شو. بیرونم زشت، آجرم سست و کجن، فضام دنج، تک خونه انتهای خیابون فراموشی، فرعی آبان، کوچه هماغوشی، پلاک تنهاییم رو گردن دیوارم و کثیف و ناخوانا روش نوشتم بی نهایت. اینجا واقع در آخرین کوچه عالمه، منم آخرین خونه این جهانم، ساکنینم پی جاودانه شدنن، من اون روزو میبینم که آواره شدم، میخوان از روی من یه راهواره بسازن، یعنی آفتاب داغ بزنه به آواره دلم. چراغ این بنا رو که میخواید بکشید، تو دیوار همسایه هاش رشد میکنه خورشید، شبتون فانی که ما آفتاب تکراریم به تکریم تک تک اون گلا که تو باغچه خشکید. تو این کوچه دیگه آواز خونی نیست رئیس، بین ما و شما رو پرده گرفته رئیس، گلیم کودکی زیر پامون پرتو نور میشه وقتی شب جلو مهتاب رو گرفته رئیس، ما به آلودگی سرخم نمی کنیم سلاحتون. خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. تا یه جاهایشو خوب گرفته بودم تو دستم، از یه جایی بعد کلن از دست دستم در میره. میدونی من این سبک میگم خیلی گوش ندادم، ولی خب خیلی قشنگه، خدایی خیلی قشنگه. با این ادبیات بخوای اینجوری حالت دلنوشتور رو بخوام بگم، یه حالت اجتماعی خیلی قشنگ داره میگه، خیلی قشنگ، ولی میگم واقعا با یه بار هیچی نمیتونم ازش بگیرم. دامجو جلو مهتاب گرفته رئیس، ما به آلودگی سرخم نمی کنیم سلاحتون رو حصار مهر نرده می کنیم، ما که مرمر تن شدیم دیگه یکی و کم شدیم، زیر فشار تاریکی صدای شکستن شدیم، محل بی وطن شدیم. وای اینو گرفتم آخرش، تیکه آخرش خیلی غم انگیز بود، خیلی غم انگیزه، کل آلبوم غم انگیزه، کل آلبوم در این خفن بودنش خیلی غم انگیزه. خب آقایم شاید که هشتم آلبوم به اسم خونه، خیلی خیلی عزم میاد، یه جایش هیچی نتونستم بفهمم، ولی اون آخرش که گفتش محل بی وطن شدیم، خیلی آدم واقعا آدم دلش کباب، اصلا دلم گرفت، یعنی یه لحظه اصلا نمیدونم چی بگم. آقا بگذاریم، آقا بریم سراغ ترک نهم آلبوم به اسم فراق، داخل پارانتز زده جدایی پارت دو. حالا نمیدونم این آهنگ پارت یک داره یا نه، بریم ببینیم قضیه چیه. خلاصه خواب میبره غروب آفتاب چشمات، خاموشی شعله وجودت مرگ ادراکه، برای تردید عبورت از روی این دیوونه، دنیای مرده ها پر از دروغ و انتقامه، عصر سفر به ستاره هاست نازنین یار، عصر قطع ارتباط. عزیزم عزیزم، این نازنین یار من چی جمله عشقولانه، کلمه عاشقانه چی بودیم، خیلی اصلا به دلم نشه از نازنین یار. بریم ادامه شو. دروغ و انتقامه، عصر سفر به ستاره هاست نازنین یار، عصر قطع ارتباط و دور آتشین باد، فریب این همه رنگ مصنوعی رو نخور، زیر این پوسته ها ریشه نیست، آهنین دامه. میدونم زندگی اجبار فراموشیه، زندگی دست های بلند بی هم آقوشیه. میدونم زندگی آغوش اجبار فراموشیه، چقدر سنگینه کلمه، چقدر سنگینه. یه بار دیگه. ریب این همه رنگ مصنوعی رو نخور، زیر این پوسته ها ریشه نیست، آهنین دامه. میدونم زندگی اجبار فراموشیه، زندگی دست های بلند بی هم آغوشیه، کوچه های تنگ نفرت خیابون های کوریه، همون چیزیه که آهنگرا میخوان زوریه،
با این حال من و تو عشق و آیین شدیم، کلی درد کشیدیم بعد از اینکه خالی شدیم. یه طرف این آینو میکشه غروب کردنت، فقط همون آفتاب ملایم نیمی از منه. ما که با هم هزاره ها رو گذر کردیم، این صده آخرم مال تو عشق آهنی. فدای سبز چشمون بهاره که پر از وجود بود و انتظار خون تا جون آدمی. سفر ناتموم جدایی که به مرگ خط نمیشه، که اگه میشد نمیشد عشق به این کودک بی پرستار تشنه تو بیابون بی معرفتی. کسی نمیگفت دل جدای میل نیست، جدای درد. جدای درد میل بود اشتباه من، انجماد چهار دست انتهای جمع نبوده، بیراه کوچه باقای علکی نبوده، پاتقای که نمیشه استفادشن. جدای کهکشونیه که آسمون شبه یه شهر نمیذاره ستاره هاش دیدشن. چون چه تشبیهایی میکنی لعنتی، جدایی کهکشون. خب من اینا رو چجوری چی بکشن از اینا بیرون؟ ناموزم اصلا احساس میکنم الان نفهمترین آدم رو کره زمینم بابا. ناموسن چیان اینا؟ یه بار دیگه بزا بیاد. کشونیه که آسمون شبه یه شهر نمیذاره ستاره هاش دیدشن، چون حتی تا آسمون نریف عشق نمیشه یه خال میفته هزارا بر چیدشن. تاب میفته موی طلا میفته باش، ظرف میفته بوی قضا میفته باش، عقیده میفته بوق اذان میفته باش، شعر میفته کوه تبار میفته باش، زن میفته نرم خزان میفته باش، مرد میفته شور جهان میفته باش، مرد میفته مکتب غیر ما رو یار که غیر این ستاره ها میفته باش. جدایی آتش قلب زنگار گرفته است انگار، زندگی رو همه رنگاشو گرفتن. جدایی شبنمیه که سر میخوره رو انگشت باد، باد لعنتی دستاشو به دشمن. جدایی نه بهار میدونه نه بارون، جدایی نه شعله میدونه نه خاموش. جدایی بزرگترین دشمن ماست، چه واسه سحر دور چه همین بغل آروم. ترک نهم آلبوم به اسم جدایی یا حالا فراق بخوام بهتون بگم که یه تعاریفی از جدایی کرد، یه تشبیه‌هایی رو داشت میآورد که میگم واقعا نتونستم، واقعا اصلا زود اصلا داشتم چی فشار میکشیدم اینجا. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ حتما نکته‌هاشو بنویسید من یاد بگیرم، هیچی نفهمیدم. بگذاریم آقا، بریم سراغ ترک دهم آلبوم به اسم هندسه دقیقه. دلم درد، من دلم درد، خودم منو وسط تاریکی بلم کرد. پشت سنگر میخزیدیم و باد میشدیم، یاد خاطره ها میافتادیم، آبان میشدیم. به فرده ها میگفتیم نیا، به گذشته میگفتیم برو، زندگی تمومه واسه لاله های درد. چه خشنگ بود، میگو به فرده ها میگفتیم نیا، به گذشته میگفتیم برو. یه همچین چیزی من فقط تو لحظه میگن تو لحظه زندگی بکن، به آینده میگفتیم برو. جالب بود. یه بار دیگه بذار بیاد. میگفتیم نیا، به گذشته میگفتیم برو، زندگی تمومه واسه لاله های درد کشیده، مهم نیست از کدوم شاخه چیدن گلو. برو رفیقم برو، برو نمیذارین کسی فکر کنه تو قهرمان نبودی، تو قید و بند آرزوی این جهان نبودی. یه جون به کف با اندیشه های گرون هستم، واسه همین تو رو میکشن تقیه میکنن، بقیمون خواب میمونن بخیه میخورن. نگه به هم گره نخوره دستامون، عاقبت آخرش از هم جدا همه رو یقه میکنم. ما دردمون آتیشه تو سینه است، انتظار الکی هندسه دقیقه. تویه یه کدوم ترکش بود گفت، فکر کنم میدونم ترکی بود به اسم همراه، یه همچین چیزی بود که گفتش چیز فقط ازت یه همراهی میخوام. اینجا داره اشاره میکنه که بیاین با هم باشیم، کلن اون قضیه اتحاد و اینجور چیزها رو داره میگه که کنار هم باشیم. خب نمیتونن کسی ما رو هممون رو بخوایم بگیم از هم جدا کنن. بریم ادامه شو، خیلی جالبه. خواب میمونم بخیه میخورن، نگه به هم گره نخوره دستامون، عاقبت آخرش از هم جدا همه رو یقه میکنم. ما دردمون آتیشه تو سینه است، انتظار الکی هندسه دقیقه است. من تو این تاریکی فقط یه روزنه دیدم که توش دیدی. یکی ناموسن تو کامنت ها واسه من هندسه دقیقه رو بشکافه، من چی از این در بیارم؟ چی بودین؟
تست یه بار دیگه بذارم بیرون، من هندسه دقیقه چی در بیارم بیرون؟ انتظار علکی هندسه دقیقه است. من تو این تاریکی فقط یه روزنه دیدم که توش دیدم زبون اندیشه رو بریدن. این زخمیو که حاملشیم سالهاست با قلم شورشون نمیشه پنهون. دادم قلمم رو لخ کنم با رنجام، منم مثل تو به جون میخرم زندونو. بالاخره باطل میشه این جادوی شب به حرمت مادری که گرفته زانوی غم. بغل به خاموشی چراغای خونش تو نقش زوال آینده فرو رفته. حتی این جنس دردو نمیشه خوند مثل اینه کل جهانتو بگیره خون و هیچ رنگی پیدا نکنی تا وقتی زنده ای. همه صداها یکی شدن به جز صدای دوست، همون که رفت و همه رنگا رو با خودش برد، همه منظره ها رو بعد خودش گشت. فقط ما موندیم و نبض مسیر جنبش یا پیکره ها تا به بالای پشت بوم هیچ، یا اینکه پشت درای بسته آزادی با ظلم هم خواب دیو هم بو برده. این دیو میدون استراب قصه هامون دیو میمونه تا وقتی خون به خونه هیچ. ولی من تو سبد صبح هم همیشه جای میوه های آرمان خالی میذارم تا روزی که این شعرم با یه شهر غریب بشه، هر جایی اسم من میاد خالی بذارن. من آرزوم از مدار خاطره ها خارج بشم درست بدای روزی که اسیان بخوابه، اما تا بیدار بیدارم من مینویسم تا فرداهای فردا بزنن کلیا به یادم. نیست رنگی که بگوید با من، اندکی صبر سهر نزدیک است. هر دم این بانگ پرارم از دل، وای این شب چقدر تاریک است. خنده ای کو که به دل انگیزم، قطره ای کو که به دریا ریزم، صخره ای کو که به دان آویزم. مثل این است که شب کم ناگه دیگران را هم غم هست به دل، غم من لیک غمی غم ناگه هست. خب آقا اینم ترک دهم آلبوم به اسم هندسه دقیقه. بچه ها من ترک 11 آلبوم چقر ریاکتش رو رفتیم داخل کانال هستش، واسه اینکه ویدیومون هم خیلی زیاد نشه من الان لینک این ویدیو رو میذارم برید اونجا ببینید. خلاصه میریم سراغ ترک 12 آلبوم به اسم اصل. روی دل پرده پشت چشم یار پرده که از صحرا بشم دریا. اصلا بیتش انقدر ملو من گفتم میخواد احساسی بخونه، چه فلوی سری خیلی جالب. بریم یه بار دیگه بذار بیاد. روی دل پرده پشت چشم یار پرده که از صحرا بشم دریا موج بشم برم تو صخره. حال من حکمه یه انسان کلکشو کنده من رام رام رامم پرده یه حکومت جهله. قلمم داد میزنه پرده ها رو بکن اونا که تو جبهه تو بودن و نگهبانی سرسخت بلندای فلک باورینه به جلاد نگی بسته درد بکشی بزنی زد جنگارا سر کرد. فلوش قشنگه، چه فلوه لا 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 خیلی باله و چه تکست طوفانی و پاره کنی داره. یه بار دیگه بذار بیاد. داد میزنه پرده ها رو بکن اونا که تو جبهه تو بودن و نگهبانی سرسخت بلندای فلک باورینه به جلاد نگی بسته درد بکشی بزنی زد جنگارا سر کرده شکنجه. خوب میدونستی که جامعه تردت کرده از همون روز که قلم و دستت گرفتی برداشتی خط کش. فهمیدی فرقی نداره که بنده با یه برده خورد نمی کنه تره با صرفت که استقبالم وهمه. حتی خونه حسف سخت کسی رو پیدا کنه که دقدقه های تو رو بفهمه. جامعه سنتی حلت کرده تو دریای جهلش موجم بشی قطره ها پاره می کنه شکم تاقبت همشون عبره. تو این استعمار امیده من به دل تو بنده تو که نشستی به تماشای جهان به خیال خودتونم رو پرده. سینمای دنیا میتونه کوه بکنه قطره کاری کنه گوش بدی به حرف اونی که زبونشو قطع کرده. دستتو بسته تنها نقطه وصلش اینه که دستای جهلتو بسپری به دامان مادر چرخه. همون مادر گریون درد کشیده است و حیرون است طبیعت خسته همون مادر دل شکسته. از آبت منو ببخش به آتیشت بکش
مادری کن. بیا واسه من مادری کن، بین من و دنیا رو داوری، بالاتر از وجود من چه رازی نهفته، بی‌عدالتی یا ناداوری، این سفر غیر رنگ دامن چمن و رود و نور ماه، بیا سور ما ادامه داره تا ستاره ها، به انتظار بی وجودی های ما به تابن یا حضور ابدی وجود ما. شنیدم تو بهترین کتاب جهانی، جاری مثل آب روانی، خونی زمستونی محزونی، آزادی مثل باد بهاری، من انتهای انقضای جهلم، از نقش بی اعتبار امید منتظر دوام رنگم، سینه بده تو از آینه بده بیرون چیو تاریکیو، من که بنده نورم تو همیشه، تو برو ببین میگه خالی چیو، تمه تل خطاب زندگی، تقاطع درخته با تبر، تو چشم کل زندگی نامعتبر، نگو اینو اگه میدونی که وجودو فقط از خود من گرفتی، ولی به خودم نمیشه رسید، خود خودمو میگم رفیق ابدی که کنار من داره با خدا حرف میزنه. نمیدونم اصلا یه لحظه اون گفتگوی مکالمهش احساس کردم مکالمه بنده با خود، میگه تو وجود اصلا از من داری، عجیب بود. یه بار دیگه بذار بیاد، میگم تقاطع درخت با تبر، تو چشم کل زندگی نامعتبر، نگو اینو اگه میدونی که وجودو فقط از خود من گرفتی، ولی به خودم نمیشه رسید، خود خودمو میگم رفیق ابدی که کنار من نشسته بود، تا وقتی حباب دلم ترکید، حتی تو ریشه های جدایی فقط یه عاشق خیالی وجود داره که به یه عشق ابدی نرسید، نمیشه بود و بودن و رد کرد، حتی با حضور کم رنگ، اگه تو نبود امکان تو خالی نبود دستم، الانم که بر میگردم به اصلم، همون که مسته فقط میخواد برخصه، سفر من حقه، کتابم عاشقیه، بی حد بی مرزه، بی پرده، جاش تو انتهای قلبه، قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می قلام استم را. خب آقایی هم چکی 12 آلبوم به اسم اصل، حتما نکاتشو بنویسید، خیلی نکته داشت، خیلی نکته داشت، واقعا سنگین و مفهومی. بریم سراغ تک 13 آلبوم به اسم ESE. دل من رفت، دل تو چی؟ شعر من تو شدی، شعر تو کی؟ شنیدم خالیمو به رخ میکشی، کف ندامیدی، خالقو جفت میکشی، توف کی از تو گفت هزاری؟ خودت مخلوق هزاران اشتباهی، تا به انتابی، خواب مست نشاطی، باورم باوره تو تخم چشایی، گای همون که به غرور میرسید و میخو میکند از سخت پادشاهی، همون شای شوخی که شد شای شاکی، شای شد هزاری هزاران چه با کی؟ چقدر سنگینه، با کیه؟ مخاطب کیه اینجا؟ من با کی داره حرف میزنه؟ یعنی مخاطبش کیه؟ یه بار دیگه بذار بیاد. تخم چشای گای، همون که به غرور میرسید و میخو میکند از سخت پادشاهی، همون شای شوخی که شد شای شاکی، شای شد هزاری هزاران چه با کی؟ دل من رفت، دل تو چی؟ شعر من گیجه، شعر تو نیست، دروغی مثل خالی از خالی، من صادقم مثل مستی و ساقی، مستی و راستی، من چپ مستی و ساقی، مستی و راستی. اگه اشتباه نکنم بچه ها اسم این آهنگو نوشته بودن، درخواست داده بودن اون آهنگ، اگه خدا بخواد نمیشد یک تشو میرم، یه لحظه یاد اون افتادم. یه بار دیگه بذار بیاد. دل من رفت، دل تو چی؟ شعر من گیجه، شعر تو نیست، دروغی مثل خالی از خالی، من صادقم مثل مستی و ساقی، مستی و راستی، من چپم، حال نمی کنم با رپم، به چپم، به پا دشمن من نشی که چپی، جانم دشمن آمونم تو لکن، دادم بدوزم با سمون نکفم، من و تو رو بپیچن توش جای بدم، منم که تو رو نرنجوندم، نرنج دل من که مثل تو به بازی نرفت، دل من رفت، دل تو سنگ، دل من یه تیکه از تو رو کنده، جا میذارم این تیکه رو تو باد، تا زندگی هست بین من و تو جنگه. آیه پامون یاد فدایی انداخت، تست فدایی بودین الان، یعنی یه بار دیگه بذار بیاد، یاد اون افتادم. تو سنگ دل من یه تیکه از تو رو کنده، جا میذارم این تیکه رو تو باد، تا زندگی هست بین من و تو جنگه. اینم آخرین ترک از آلبوم درد از تس عزیز. یه آلبوم میخوام بهتون بگم فوق سنگین، محتوایی، عمیق، فلسفی، خیلی واقعا این سری مسائل فلسفی هم به نظرم تو کار بود و بحث خودشناسی و اینجور چیزا رو میورد وسط. از یه طرفی اصلا اعتراضی بودن آلبوم هم به یه طرف، یعنی توش اعتراض و یه تم سیاسی طور هم بخوام بگم توش
بود و در کل به نظر من آلبوم خفنی بود. من واقعا حالا میگم، ولی خب یه بار گوش دادیم و با یه بار گوش دادن میگم چیز آنچنانی درست نتونستم بگیرم و ولی باید چند بار کارو آلبومو گوش بدم و حتما حتما شما هم نظرتون رو تو کامنت ها واسم بنویسید، نکاتی مکاتی هر چیزی که دوست دارید با ما به اشتراک بذارید که ما هم یاد بگیریم، ما هم استفاده بکنیم. دمتون گرم که تو اینجای ویدیو با ما بودید. انشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه تازه با کانال آشنا شدید خیلی ممنون میشم با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت بکنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، خوشتون نمیاد دیسلایک کنید، در حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. آهنگای درخواستی هرچی عشقتون میکشه تو کامنت ها بپاچونید. اگر نشه باشیم حتما یکیشون رو میریم. کانال دومم کیش پایین، ممنون میشم اونجا ما رو حمایت کنید. اینستام پایین هست. اگه دوست داشتید میتونید اونجا ما رو فالو داشته باشید. عشقین 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 عشق تو یه ویدیو ریاکشن یه قسمت دیگه. خداحافظ.